به نام خدا، با سلام خدمت شما دخترای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه، نماز و روزهاتون هم قبول. دختر خودم، رسیدیم به آخرین جلسه مرور کتابمون، یعنی مرور آخرین فصل، فصل آمار و احتمال. از تعریف آمار شروع میکنیم. گفتیم علم آمار، علم جمع آوری اطلاعات ساماندهی آنها تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از این اطلاعات هست. یه بررسی آمار میگیره، مثلا توی یک مدرسه که از پایه سوم تا که پایه ششم داره، شروع میکنیم از دانش آموزان به ترتیب پرسیدم چه کلاسی هستی. اولی میگه مثلا سوم، دومی میگه چهارم، بعدی میگه سوم، بعدی میگه ششم، بعدی میگه پنجم، بعدی میگه چهارم، بعدی میگه ششم، بعدی میگه سوم، سوم، پنجم، چهارم، و به همین ترتیب ما آمارگیری میکنیم و اطلاعاتمون رو جمع آوری میکنیم و روی یک کاغذ مینویسیم. خب بچه ها، توی نگاه اول که من به این کاغذ میندازم خیلی دستگیرم نمیشه، مثلا تعداد بچه های کلاس سوم چند نفرن، کدوم کلاس از همه جمعیتش بیشتره، کدوم کلاس از همه جمعیتش کمتر هست. این اطلاعات رو با یه نگاه مثلا به این لیستی که اینجا دارم نمیتونم پیدا بکنم. برای همین بعد از جمع آوری کردن اطلاعات، ما میایم اون اطلاعات رو سازماندهی میکنیم، ساماندهی میکنیم. البته یه تعریف رو هم اینجا داریم، به اطلاعات جمع آوری شده داده های آماری هم گفته میشه. یعنی یه جای شما کلمه داده آماری شنیدید، متوجه میشید که همون اطلاعاتی هست که جمع آوری کردیم. خب میخوایم اونا رو ساماندهی کنیم. به دو طریق میتونیم اطلاعاتمون رو ساماندهی کنیم. یکی، تشکیل جدول داده های آماری، یکم رسم نمودارها. حالا میخوایم برای همین مثالی که اینجا گفتیم یه جدول بکشیم. فرض کنید بعد از اینکه اینا رو اومدیم، یه جدول اینجا پس رسم میکنیم. توی این جدولمون تعداد دانش آموزان رو توی یک ستون مینویسیم و کلاس مربوط به اونها رو هم توی این ستون مینویسیم. وقتی که این داده ها رو میشموریم، میبینیم کلاس سومی ها 24 نفر مثلا هستن. بچه تعداد خیلی زیاده ها، نه که همین چند نفر من نوشتم. کلاس چهارمی ها 35 نفر هستن، کلاس پنجمی ها 20 نفر و کلاس ششم 18 نفر. خب بچه ها، حالا الان با این ساماندهی که انجام دادیم یکم شرایط بهتر شد. یعنی من با یه نگاه متوجه میشم که مثلا کلاس ششم از همه کلاس ها کم جمعیت تر هست، کلاس چهارم از همه کلاس ها پر جمعیت تر هست. حالا اگه بخوام یه سری بیایم مثلا حالا یه تصمیم بگیره برای اردو بردن این دانش آموزا، یا برای اینکه حالا یه افطاری به این دانش آموزا داده بشه، بهتر میتونیم تصمیم بگیره. مثلا کلاس پر جمعیت رو یه از افطاری بدن، این دوتا کلاسی که حالا خلوت‌تر هستن رو میتونن یه از با هم بیان افطاری بدن. حالا برای تمام اون کارهایی که نیاز هست با این جدول راحت‌تر میتونن تصمیم بگیرن. حالا ما میخوایم برای این جدول بیایم یه نمودار هم رسم کنیم، یه نمودار میله‌ای میخوایم بیایم رسم کنیم. برای رسم کردن نمودارش بذاریم نه اینا رو پاک کنم. دو تا محور عمود بر هم میکشیم، روی یکی از این روی محور عمودی معمولاً به حساب داده های اینجا کلاس ها رو میذاریم. اینجا تعداد دانش آموز ها رو برای این مثال می نویسیم. و اینجا کلاس دانش آموز ها رو می نویسیم.
کلاس سوم داشتیم، چهارم، پنجم و ششم. چهار تا کلاس داریم. کلاس سوم ما 24 نفر هست. فرض کنید اینجا 5 باشه، 10، 15، 20، 25، 30، 35. 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35. خب بچه ممکن اولین سوال براتون مطرح بشه، خب چرا اومدید 5 تا 5 تا اینو دسته بندی کردید، یه دونه یه دونه دسته بندی نکردید، مدرج نکردید؟ موردی نداره، شما میتونید این رو یکم بلندتر بکشید، بنویسید 1 2 3 4 5 6 تا 35. اگه شما بیاید یه دونه مدرج کنید، خب خیلی دقیق تر میتونه نمودارتون رو بکشید. اینجوری که من کشیدم یه مقدار تقریبی میشه. حالا اگه بیاییم 10 تا 10 تا این رو مدرج کنیم، تقریب بیشتر میشه، یعنی مقدار تقریب و نادقیق بودنش بیشتر هست. حالا کلاس سوم 24 نفر، اینجا 25 باشه، پس من دوتا میله میکشم دو طرف این، چون میخوام نمودار میده یا ستونش رو رسم کنم. تا کجا پیش میرم؟ تا 24. اگه اینجا 25 باشه، 24 تقریبا میفته اینجا قبل از 25. خب تا اینجا. کلاس چهارم 35 نفر هست. 35 نفر دقیقا میفته اینجا، دو تا میده دو طرفش، دو تا خط میای بالا، این میشه کلاس چهارم، یعنی کلاس 35 نفره. کلاس پنجم 20 نفر هست، 20 اینجاست، این هم کلاس 20 نفره. و ششم کلاس 18 نفره. 20 اگه اینجا باشه، 18 یکم پایین ترشه، 18 مثلا میفته اینجا. و کلاس ششم این 20، این هم 18. این میشه نمودار میله‌ای این مسئله. بچه ما از نمودار میله‌ای برای نمایش دادنه، اینجا میخوام در مورد چند تا از نمودارها صحبت کنیم و بگیم هر کدوم کجا به دردمون میخوره، کمی که قبلا گفته شده، فعلا فقط مرور میکنیم. پس بچه نموداره میله‌ای یا ستونی یکی هستن، فرق نمی‌کنه، برای تعداد داده‌ها و به دست آوردن و یا نمایش بیشترین و کمترین داده‌ها کاربرد دارد. ببینید بچه ها، این شکلی که الان این نموداری که کشیدیم رو نگاه کنید، با یه نگاه شما بده فاصله میگید کلاس چهارم جمعیتش از همه بیشتره، کلاس ششم جمعیتش از همه کمتر هست. خیلی سریعتر از اون چیزی که به این جدول نگاه میکردیم. یه نمودار دیگه ای داریم به نام نمودار خط شکسته. نمودار خط شکسته بچه ها برای نمایش دادن تغییرات استفاده میشه. پس نمودار خط شکسته برای نمایش دادن تغییرات به کار برده میشود. بذارید ببینم یه مثال میتونم پیدا کنم که یه نمودار بچه های اینجا من براتون میکشم.
این نمودار نمرات ماهانه یه دانش آموزه. توی درس ریاضیش صفر، اینجا صفر، دو درجه میریم بالا، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18 و 20. نمره مهر ماهش فرض کنید 16 بود. نمره مهر ماهش 16 بود. نمره آبانش شده 12. نمره آذرش یه خورده اینجا ترسیده، نمره آذرش خوب درس خونده رفته رسیده 20 شده. نمره دی دوباره شده اومده پایین شده 14. نمره دی ماهش. نمره بهمنش شده 18 و نمره اسفندش مجددا شده 16. به این ترتیب پس بچه ها این 16، این 12، 20، 14، 18 و آخرش هم 16 بود. حالا چند تا سوال پرسیده. ببین بچه ها این الان داره نشون میده که نمره ریاضی این دانش آموز چجوری تغییر کرده توی این 6 ماه اول سال تحصیلی. حالا چند تا سوال پرسیده. الف پرسیده بیشترین پیشرفت او بین چه ماهایی بوده؟ بیشترین پیشرفت. ببینید بچه‌ها توی آبان ماه نمرش 12 بوده، توی آذر شده 20. شما یعنی با یه نگاه به نمودار متوجه میشید بیشترین پیشرفت یعنی به سمت بالا حرکت کرده، درسته؟ بیشترین پیشرفت بین آبان و آذر بوده. آبان 12 بوده، آذر شده 20. پس بیشترین پیشرفت بین ماهای آبان و آذر یا در ماهای آبان و آذر. قسمت ب پرسیده گفته چند ماه نمره بالاتر یا مساوی 14 داشته. خب 14 نگاه کنید بچه ها اینجاست. چند ماه نمره‌اش از 14 بیشتر یا مساوی بودن؟ یک ماه اینجا که کمتر بوده، دو ماه چون مساوی 14 گفته این 14 خودش هم حساب میکنیم، 3 ماه، 4، 5 ماه. پس 5 ماه نمره‌هاش بالاتر از 14 یا مساوی با 14 بوده. قسمت جیم میانگین نمره های او یعنی این دانش آموز در ماه های مهر، آذر و بهمن. در مهر، آذر و بهمن چند؟ میانگین یعنی باید این سه تا نمره شو توی این سه تا با هم جمع کنیم، تقسیم بر تعدادش کنیم. نمره اون در مهر 16 بوده، آذر شده 20 و بهمن شده 18. 20 و 16 که میشه 36، 46 با 8 تا میشه 54، 0 که میشه 18. پس معدل این دانش آموز توی این سه ماه، معدل نمره ریاضی این دانش آموز توی این سه ماه نمره
18 بوده. خب قاعدتا هم همینجور میشه، این دوتا ماهی که نمرهاش کمتر بودن رو اصلا از ما توی میانگین نخواسته، 12 و 14 رو از ما نخواسته، پس میانگین خوبی باید براش به دست بیاره. این هم از یه مثال از نمودار خط شکسته. ببینید نمودار خط شکسته بیشتر جا برای نشون دادن تغییرات به کار برده میشه. شما اگه تلویزیون نگاه کنید، اونجایی که داره در مورد بورس صحبت میکنه، تالار بورس رو نشون میده، اگه یه دسته نگاه کنید میده کلی از این نمودارهای خط شکسته داره نشون میده، یا مثلا بالا پایین رفتن نرخ طلا یا بالا پایین رفتن نرخ نفت، هر تغییری، بالا پایین رفتن دمای یک شهر، هر تغییری رو شما بهتره با نمودار چیه خط شکسته نشون بدید. همینجور که وقتی میخواید در مورد بیشتری و کمترین دادا صحبت بکنید، بهتر از نمودار میده ای استفاده کنید. یه نمودار دیگه داشته بچه ها، دیگه اینجا من شکلشو نمیکشم، نمودار تصویری بود. نمودار تصویری یادتونه اون موقعی که درس میدادیم یه چیزی شبیه مثلا یه نصف آدمک میکشیدیم، توی کتابتون هم مثالش هست. این نمودارها نمودارهای تصویری هستن و معمولا برای زمانی استفاده میشن که داده های ما خیلی 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 زیاد باشه. یه مثال تو کتابتون بود در مورد جمعیت چند تا شهر، چند تا استان، مثلا جمعیت ها روی میلیون بودن، بنابراین ما اومدیم 200,000 نفر 200,000 نفر رو با یه آدمک نشون دادیم، تعداد خیلی زیاد رو با یه آدمک نشون دادیم. پس نمودارهای تصویری هم وقتی استفاده میشن که داده های ما خیلی بزرگ باشن. یه نمودار دیگه داشتیم، نمودار دایره‌ای. نمودار دایره‌ای هم بچه‌ها وقتی استفاده میشه که شما کل یه چیزی رو داشته باشید، حالا بخواید اون کل رو تقسیم کنید به بخش های کوچیکتر، میخواییم ببینید هر کدوم از این بخش ها چه درصدی از کل رو به خودشون اختصاص دادن. میایم یه دایره به عنوان کل میگیریم، حالا اون رو به تیکه های مختلف تقسیم میکنیم، هر کدوم از این تیکه ها مربوط به یکی از اون بخش ها میشه. حالا با یه مثال این رو هم براتون توضیح میدم. یه سوال اینجا داره، گفته که جدول زیر تعداد درخت‌های میوه یک باغ رو نشون میده. جدولش به این ترتیب هست. من جدول رو براتون بکشم. اینجا درخت سیب توی این باغ هست، درخت پرتقال هست و درخت هلو هست. البته بچه ها میدونید پرتقال میوه گرمسیره، هلو و سیب میوه سردسیر هستن. اینا هیچ وقت با هم توی باغ معمولا نمیتونن قرار بگیرن مگر با تمهیدات ویژه، یعنی با رسیدگی های خیلی خیلی ویژه. خیلی خب، حالا تعدادشون هم به این ترتیب هست. 120 تا درخت سیب توی این باغ هست، 60 تا درخت پرتقال و 20 درخت هلو. حالا این جدول رو به ما گفتن توی یک نمودار دایره‌ای شما نمایش بدید. اینم فعلا شکل دایره‌ش رو داشته باشیم. برای اینکه بچه‌ها ما بتونیم نمودار دایره‌ایمون رو بکشیم، باید درصد داشته باشیم. درصد این داده‌ها رو پیدا بکنیم. برای به دست آوردن درصد داده هامون پس اینجا میخواییم درصد داده ها رو بنویسیم. این قسمت هم خودش از ما فکر کنم کسرش رو خواسته بود. آره، اینجا کسرش رو هم میخواییم بنویسیم. خب بچه ها، برای اینکه درصد رو پیدا کنیم و یا کسر رو بنویسیم، اول گاممون اینه که کل این ببینیم چند تا، کل این با چند تا درخت میوه داشته. 120 تا و 60 تا، 180 تا با 20 تا میشه 200 تا. پس کل درخت های باغ 200 عدد بودن. حالا میخوام اول کسرها رو بنویسم، بعد میرم سراغ درصدها.
از این 200 تا بچه ها 120 تاش درخت سیب بوده. میتونیم ساده شون هم بکنیم، یه صفر با یه صفر زده میشه، این به میشه 6 دهم میشه 3 پنجم. از 200 تا 60 تاش درخت پرتقال بوده، باز یه صفر با یه صفر زده میشه، این به 2 به 3 میبده، سه میشه به دو میشه سه مرتبه، اینم به دو میشه ده مرتبه، میشه سه دهمشونم درخت پرتقاله. و از کل این 200 تا 20 تاشونم درخت هلو هست که ساده بکنیم میشه یک دهمشونم درخت هلو میشه. البته بچه این سه پنجمم اگه من بیام به صورت ده بنویسم فکر کنم راحت تر باشه، میشه این صفر با این صفر زده میشه، این به دو میشه دو میشه شیش ده. یعنی از کل بچه ها درخت های این باغ شیش دهمشون سیبه، سه دهمشون پرتقاله و یک دهمشون هم هلوه، که با هم هم جمع بکنیم شیش دهم رو به علاوه سه دهم به علاوه یک دهم کنیم میشه همون ده دهم، یا به عبارتی یک کل این درخت های باغ رو به ما میده. برای که چک کنیم ببینیم آیا درست نوشتیم یا نه، نوشتن این جمع ضروری هست. شما ببینید آیا واقعا این کسرایی که به دست آوردی درست هست یا نه. میخوایم درصد پیدا کنیم، برای درصد یه جدول تناسب باید بکشیم به این ترتیب که میگیم که از کل 200 تا درخت 120 تاش درخت سیب هست. حالا اگه 100 تا درخت داشته باشیم درصد، یعنی میخوایم ببینیم توی 100 تا چند تا درخت میشه. خب این تقسیم بر 2 شده 100، پس این هم تقسیم بر 2 میشه 60. پس بچه‌ها 60 درصد درختان این باغ درخت سیب هستن. برای بعدی میگیم که از 200 تا درخت 60 تاش درخت پرتقال هستن. از 100 تا چند تا؟ مجددا این تقسیم بر 2 شده، اینم تقسیم بر 2 میشه، پس میشه 30 تا. پس 30 درصدشون هم درخت پرتقال میشه. و برای بعدیش هم برای آخر بعد شما میتونیم این دوتا با هم جمع کنیم، از 100 درصد کم کنیم، یا میتونیم دوباره یه جدول تناسب بکشیم. یه جدول تناسب من بکشم از 200 تا درخت 20 تاش درخت و هلوه، از 100 تا چند تا؟ این تقسیم بر 2 میشه، اینم تقسیم بر 2 میشه که میشه 10 تاش. پس 10 درصدش هم میشه درختان هلو. اگه اینا رو با هم جمع کرده بودیم میشد 90 درصد، از 100 درصد کم میکردیم میشد 10 درصد برای درخت های هلو. خیلی خوب بچه ها، حالا پس باید اینا رو توی جدول مشخص بکنه. در واقع من باید به 10 قسمت این رو بکنم، تقسیم بکنم. خب حالا دقیقا نمیدونیم ده قسمت، امیدوارم بشه. حالا بچه ها فرض کنید اینا با هم مساوی هستن، یک دو سه چهار، 360 رو تقسیم بر 10 کنیم، هر کدوم از اینا تقریبا باید 36 درجه باشه. شما اگه خواستید دقیق تو خونه بکشید 1 2 3 4 5 6 7 8، حالا این دوتا خیلی بزرگ شدن بچه ها، اینا یک کم باید بزرگتر میکشیدم. حالا شما تو خودتون تو خونه یک کم دقیقتر بکشید اینا رو. من حالا اینجوری بهتون میگم 60 درصدش بچه ها این 50 درصدش میشه، این اگه وسطش باشه، این 50 درصدش یکم بیشتر از این، اینقدر، این تقریبا میشه 60 درصدش، یعنی درخت های سیب. بعد اینم تقریبا 10 درصدش هم درخت های هلو،
و 30%ش هم که تقریبا اینقدر میشه درختای پرتقال. حالا میگم تو خونه شما قشنگ با نقاله میتونه 36 درجه 36 درجه این رو جدا کنید، به 10 قسمت تقسیم کنید، از اون 10 قسمت 6 تاش برای سیب ها، 3 تاش برای پرتقال و یه دونش هم برای هلو. حالا اینجا چون من ابزار کارشو ندارم تقریبی براتون نوشتم. خب پس بچه‌ها این هم از نمودار دایره‌ای. توی نمودار دایره‌ای باز تکرار میکنم، وقتی کاربرد داره که شما کد رو داشته باشید و اون کد شما به بخش‌های تقسیم شده باشه. حالا میخوایم ببینیم هر بخش چند درصد از اون کد رو به خودش اختصاص داره. مثل مثالی که موقع درس دادن گفتیم، مثلا کل کتاب‌های کتابخونه مدرسه ریحانه رو شما میدونید چقدر هستن. حالا یه تعدادیشون به کتاب‌های مذهبی هستن، یه تعداد کتاب‌های علمی هستن، یه تعداد کمک درسی هستن، یه تعداد کتاب‌های داستان هستن. حالا میخوایم ببینید هر کدوم از این به حساب نمونه‌ها چه درصدی رو به خودشون اختصاص دادن. یا تعداد بچه‌هایی که توی سالن ورزشی دارن، عضو یه سالن ورزشی هستن، رو تعداد کد رو میدونید. حالا یه تعداد بسکتبال بازی می‌کنن، یه تعداد والیبال، یه تعداد تنیس، نمی‌دونم یه تعداد یه بازی دیگه می‌کنن. می‌خوام ببینید هر کدوم به چه درصدی رو به خودشون اختصاص میدن هر کدوم از این بازی‌ها. اینجا هست که از این نمودار دایره‌ای شما باید استفاده کنید. خیلی خب، تو بخش آمار دیگه خیلی چیزی بیشتر از این توی کتاب شما نیومده. باید بریم سراغ بخش احتمال. خب دخترای عزیزم، بخش احتمال توی ریاضی برای اینکه امکان وقوع یک پیشامد رو مشخص بکنیم از کلمه احتمال استفاده میکنیم. هیچ پیش آمدی خارج از این سه حالتی که من میگم احتمال اتفاق افتادنش نیست، یا اینکه اصلا اتفاق نمیفته که توی این حالت میگیم احتمالش صفره، یا اینکه ممکنه اتفاق بیفته ممکنه اتفاق نیفته که توی این حالت احتمالش یه عددی بین صفر و یک هست، و یا اینکه حتما اتفاق میفته که در این حالت احتمالش رو با یک نشون میدیم. حالا مثال بزنیم. وقتی که یه پیش آمدی امکان اتفاق افتادن اصلا نداشته باشه، مثلا شما گندم بکارید و جو برداشت کنید، این یه پیشامد غیر ممکنه، یعنی هیچگاه اتفاق نمیفته. احتمال این پیشامد برابر با صفر. بعضی پیشامد ها ممکنه اتفاق بیفتن ممکنه اتفاق نیفتن. مثلا یک سکه را پرتاب کنیم و روی سکه را مشاهده کنیم، ممکنه روی سکه رو ببینه، ممکنه پشت سکه رو ببینه. پس این احتمالش یه عددی هست، احتمالی همچین پیش آمد یه عددی هست بین صفر و یک. درسته میدونیم یک دومه، ولی به هر ترتیب یه عدد بین صفر و یک هست. و نوع سوم گفتیم نوع حتمیه، بعد از دوشنبه روز سه‌شنبه بیاید. این یه پیشامد حتمیه، یه پیشامدی هست که حتما اتفاق میفته. احتمال این پیشامد برابر با یک هست. پس بچه ها در حالت کلی احتمال رو بچه ها با پی نشون میدیم، یعنی احتمال پیشامد آ رو،
یعنی احتمال اتفاق افتادن پیش آمده آ رو ما از این به بعد اینجوری نمایش میدیم. احتمال پیش آمده اتفاق افتادن پیش آمده آ. خب بچه ها احتمال اتفاق افتادن یه پیش آمد یه عددی هست بین 0 تا 1. حالا اگه پیش آمد ما یه پیش آمد غیر ممکن باشه اون عدد 0ه و اگه یه پیش آمد حتمی باشه اون احتمال 1ه. پس در حالت کلی احتمال اتفاق افتادن یک پیش آمد یه عددی هست بزرگتر یا مساوی با 0 و کمتر یا مساوی با 1. این از بحث کلی احتمال. حالا برای احتمال یه فرمول توی کتاب شما گفته که اون فرمول رو با هم مرور کنیم. گفته احتمال پیش آمد آ برابر میشه با تعداد حالتهای مطلوب به تعداد کل حالتهای ممکن. این میشه پیش آمد احتمال یک پیش آمد. حالا چند تا مثال براش بزنیم تا بهتر جا بیفته براتون. بزنید بچه ها از همین سالهای آخر کتاب بگیم، کتاب کمک درسی خیلی سبز و فعلا کار کنیم با هم دیگه. مثلا بچه ها گفته که احتمال رو آمدن عدد 6 در پرتاب یک تاس، یا این یه دونه احتمال زوج آمدن عدد رو شده در پرتاب یک تاس، یا احتمال اول یا احتمال رو آمدن در پرتاب یک سکه، یا احتمال دو تاس رو آمدن دو عدد مانند هم در پرتاب دو تاس. خواهیم هر کدوم از این احتمال ها رو با هم دیگه بررسی کنیم. اولی بچه ها احتمال رو آمدن عدد 6 در پرتاب یک تاس. یک تاس رو پرتاب میکنیم، پس احتمال این که عدد 6 بیاد میخواییم ببینیم چقدر هست. اول تعداد کل حالتهای ممکن رو می نویسیم. بچه هم وقتی یه تاس رو پرتاب می کنیم تعداد کل حالتهای ممکن بچه با اس نشون می دیم. اس بهش فضای نمونه هم گفته می شه. فضای نمونه. وقتی یه تاس رو پرتاب می کنیم تعداد کل حالتهای ممکنش 1، 2، 3، 4، 5 و 6 هست. 6 حالت ممکنه اتفاق بیفته. حالا از پس توی این کس مخرجش میشه این 6 حالت. 6 حالت ممکنه اتفاق بیفته. از این 6 حالت چند حالتش مطلوب ما هست؟
ببینید احتمال رو آمدن عدد 6 چند تا از اینا به درد ما میخوره؟ فقط یه دونش. پس تعداد ما در طول مطلوبش یه دونه هست، میشه 1/6. احتمال زوج آمدن عدد رو شده در پرتاب تاس، باز همون تاس رو بچه ها پرتاب کنید، تعداد کل حالت های ممکن که باز همین 6 حالته، درسته؟ پس مخرجش میشه 6. حالا از این تعداد کل چند تاشون عدد زوجن؟ چند تا؟ 1, 2, 3. پس میشه 3/6. میتونید سادش هم بکنید، بنویسید 1/2. بعدی احتمال رو آمدن در پرتاب یک سکه. بچه ها وقتی یه سکه رو پرتاب میکنید تعداد کل حالت های ممکنش که گفتیم با اس نشونش میدیم، یا رو میاد یا پشت میاد، درسته؟ یعنی دو حالت بیشتر وجود نداره، پس مخرج کسر ما 2 هست. حالا از این دو حالت کدومش مطلوب ما هست؟ خودش گفته احتمال رو آمدن، این روی مطلوب ما چند حالت؟ 1 حالت. پس میشه 1/2. بریم سراغ قسمت آخر این مثال. احتمال رو آمدن دو تا عدد مثل هم در پرتاب دو تا تاس. بچه ها این دفعه دو تا تاس رو میان پرتاب میکنه. اول اجازه بدید فضای نمونهش رو من براتون بنویسم. وقتی دو تا تاس رو پرتاب میکنیم تعداد کل حالت های ممکنش به این ترتیبه. تاس اول رو بیاد، یک بیاد، تاس دوم هم یک بیاد. تاس اول دو یک بیاد، از این طرف شروع کنیم. تاس اول یک بیاد، تاس دوم هم یک. اول یک، دوم دو. اول یک، دوم سه. اول یک، دوم چهار. اول یک، دوم پنج. و اول یک، دوم شیش. مجددم، اول دو بیاد، دومی یک. اول دو، دومی دو. دو و سه. ببینید تاس اول دو بیاد، تاس دوم چهار. دو و پنج. دو و شش. همه حالت ها رو یک بار برای همیشه می نویسم، خواهشن توی ذهنتون باشه، یعنی تا شما دیپلم می گیرید، تا رشته هایی که برید توش آمار هست، همیشه از این مثال خواهد اومد. سه و یک، تاس اول سه، تاس دوم یک. تاس اول سه، تاس دوم دو. سه و سه، دو تا تاس سه بیان. سه و چهار، سه و پنج و سه و شش. چهار و یک چند حالت میشه بچه ها؟ چهار و سه، چهار و چهار، بنویسیم ببینیم چند تا میشه. چهار و پنج، چهار و شش. پنج و یک، پنج و دو، پنج و سه، پنج و چهار، پنج و پنج، پنج و شش. و بالاخره تاس اول شش، دوم یک. اول شش، دوم دو. اول شش، دوم سه. اول شش، دوم چهار. اول شش، دوم پنج. اول شش، دوم شش. این میشه کل فضای نمونه وقتی که شما دو تا تاس رو پرتاب میکنید. چند حالت داره بچه ها؟ بشماره میشه 36 حالت. خب حالا توی این مثال گفته احتمال رو اومدن دوتا عدد مثل هم، پس این خطی کتر مخرجش میشه 36. حالا باید ببینم از این 36 حالت که دوتاشون عین هم میشه. دوتاشون یک و یک بیاد، این یک حالت. دو و دو، دو حالت. سه و سه، سه حالت. چهار و چهار، چهار. پنج و پنج، پنج حالت. و شیش و شیش، شیش حالت. یعنی از کل این 36 حالت 6 حالتش طوری هست که هم تاس اول و هم تاس دوم عددشون عین هم میشه.
درسته؟ پس میشه 6 سی و 6 هم میتونیم سادش هم کنیم میشه 1 6. حالا بچه ها از این پرتاب دوتا تاسی که دوتا مثال دیگه باز بزنیم. در پرتاب احتمال اینکه در پرتاب دو تاس جمع عددهای رو شده 7 باشد. خب بچه ها این دفعه باید از بین این 36 حالت حالتهایی رو انتخاب کنیم که جمع دو تا عدد میشه 7. تعداد کلشون که 36 داره، توی این که 7 نیست، همین 36 داره که اینجا نوشته. حالا از اینا ببینیم کدوماشون جمع حالتهاشون 7 رو به من میده. اینجا 1 و 6 7 رو توی سطر اول، 1 و 6 7 رو به من میده. اینجا بچه ها 2 و 5 7 رو به من میده. اینجا 3 و 4 7 رو به من میده. اینجا 4 و 3، اینجا 5 و 2 و توی آخری هم 6 و 1. میشماریم 1 2 3 4 5 6 حالت شد. خب بچه ها ممکنه بعضیتون بگید خب خانم 1 و 6 و 6 و 1 که مثل همه، چرا دوبار شماردیش؟ یا مثلا 2 و 5 و 5 و 2 دوبار شماردمش دیگه، 3 و 4 و 4 و 3 رو جدا جدا گفتم با هم فرق میکنم. خب میگید چرا فرق میکنم، چرا دوبار شماردیش؟ برای که فرق میکنم بچه ها. شما فرض کنید تاس اولی مال شما باشه، تاس دومی مال خواهرتون باشه. تاس میدازه میگید عدد هر کدوم از این تاس ها بیشتر اومد، اون مثلا فرض کنید برنده است. حالا یه چیزی باباتون باید براتون بخره، برامون میخره، درسته؟ حالا خیلی فرق میکنه تاس اول که شما هستید 2 بیاد، تاسی که مربوط به خواهرتون هست 5 بیاد، خب خواهرتون برنده شده. برعکسش اینجا اگه تاس اول که مال شما هست 5 بیاد و تاسی که برای خواهرتون هست 2 بیاد، خب شما برنده شده، درسته؟ فرق هست بین برنده شدن شما برنده، یا برنده شدن خواهرتون. خب برای همین ما اینها رو حالتهای مجزا از هم در نظر میگیریم و تفاوت بینشون قائلیم و هر کدوم برایشون یه شخصیت قائلیم و جدا میشماریم. شد 1 2 3 4 5 6 حالت. پس شد تعداد حالتهای مطلوب 6، کلشون هم 36 که سادش هم بکنیم میشه 1 6. درست شد؟ پس از این نمونه هم مثال های مختلف میتونه بیاد. ولی خواهشی که ازتون دارم این فضای نمونه برای پرتاب دوتا تاس رو قشنگ یاد بگیرید. یه هر جا پرتاب دوتا تاس اومد متوجه بشید مخرج باید عدد 36 باشه. خب ببینیم دیگه چی میتونیم این قسمت بهتون بگیم. دیگه دوتا مثال دیگه بیاریم تا زمان داریم. بچه ها غیر از احتمال ما یه مطلب دیگه بهتون گفتیم، یادتونه؟ گفتیم انتظار، امید ریاضی. البته گفتیم اسمش توی کتاب شما نیومده ولی با این مفهوم چیزی داریم. گفتیم مثلا اگه یک تاس رو شما یه بار پرتاب کنید، احتمال اینکه مثلا عدد 3 رو ببینید چقدره، شما میگید 1 6. اگه بیاد تاس 10 بار پرتاب کن ببینه، این 1 6 از این فرمول به دست میاد. یه تاس 6 حالت داره، تعداد کل حالتش، از اون 6 حالت یه حالتش برای ما مطلوب عدد 3 بیاد، پس میشه 1 6. ولی حالا اگه 10 بار اومدیم تاس رو پرتاب کردیم، چند بار ممکنه 3 رو ببینید؟ شما میگید 3 بار پرتاب میکنید، مثلا 3 بار میشه 13. بعد میگن خب حالا اگه این دفعه اومدیم تاسمون رو 60 بار پرتاب کردیم، شما حدس میزنید چند بار عدد 3 رو ببینید؟ شما میگین مثلا از این 60 بار 20 بار. میگم خب باز قابل قبوله. ولی این دفعه میگم که همون تاس اومدم 6000 بار پرتاب کردم، حالا چند بار احتمال هست 3 بیاد؟ دیگه این دفعه نمیتونید بگید از 6000 بار مثلا 3000 بارش 3 بیاد. نه دیگه، اون تاس سالمی نیست. حتی 2000 بارش هم نمیتونه 3 بیاد.
یه چیزی نزدیک به 1000 بار از 6000 بار 1000 بارش تقریبا از لحاظ ریاضی حتما 1000 بارش باید عدد 3 رو ببینید. ببینید یک ششم، حالا یک ششم 6000 بار میشه 1000 بار، درسته؟ اما حالا ممکنه یه ذره این برامورتر باشه، مثلا 990 بار شما جای 1000 بار 990 بار 3 رو ببینید، قابل قبول. جای 1000 بار ممکنه 1200 بار ببینید، بازم قابل قبوله. ولی جای 1000 بار دیگه 2000 بار دیدن خیلی جالب نیست. گفتیم به این میگیم امید ریاضی، یعنی اون مقداری که ما وقتی تعداد آزمایشمون، تکرار آزمایشمون داره زیاد و زیاد و زیادتر میشه، انتظار داریم به اون عدد ریاضیمون نزدیکتر بشیم. ببینید وقتی 6 بار میام یه تاسو پرتاب میکنم، ممکنه تو 6 بار 4 بارشم 3 بیام، مسئله هم نیست. ولی وقتی دیگه 60000 بار اومدم پرتاب کردم، دیگه انتظار ندارم 40000 بارش بیاد 3، قابل قبول دیگه نمیتونه باشه. هر چقدر تعداد تکرارها داره بیشتر میشه، ما انتظار داریم اون عدد ریاضیمون که با فرمول به دست آوردیم نزدیکتر بشه. این مفهوم هم مفهوم امید ریاضی بود. خب بچه ها مفاهیم رو با هم مرور کردیم، بذارید ببینم چقدر زمان دارم تا پایان این جلسه. یه چند تا مثال حالت کلی براتون بگم. خب یه 10 دقیقه ما زمان داریم، توی 10 دقیقه من یه چند تا مثال بگم. بچه های فصل خیلی ساده هست، من انتظار دارم همه تون بتونید نمونه سوال های این فصل رو بنویسید. یه مثال بچه ها گفته میانگین دو تا عدد 12 هست. میانگینه دو عدد 12 است. اگر عدد 18 را به این دو عدد اضافه کنیم، میانگین سه عدد چقدر می شود؟ دو تا عدد داریم، میانگینشون رو به دست آوردیم، شده عدد 12. بعد اومدیم عدد 18 رو به این دو تا عدد اضافه کردیم، حالا گفته که میانگینش میخوایم ببینیم چقدر میشه. بچه میانگین بود، من اول اینجوری بنویسم. میانگین دو تا عدد داریم، فرض کنیم یکی از این عددامون آ باشه، یکی از این عددامون ب باشه. میانگین دو تا عدد یعنی آ رو شما با بی جمع کنید، تقسیم بر دو کنید. خب میانگین خودش گفته چنده؟ 12. یعنی الان یعنی شد 12 مساوی با آ به علاوه بی دو. یه یکم بدم به این، یه به قول معروف یه طرف وسط اینی که انجام بدم، آ به علاوه بی برابر میشه با 2 تا 12 تا 24 تا، یعنی جمع این دو تا عدد شد 24. حالا خودش گفته عدد 18 را به این دو تا عدد اضافه میکنم، پس به آ به علاوه بی رو میاد عدد 18 رو اضافه میکنه، یعنی به 24 اومده عدد 18 رو اضافه کرده که میشه 42. حالا گفته میانگین سه تا شد. این دفعه میانگین جدید یا میانگین سه عدد رو میخوام بنویسم. خب میشه جمعشون، یعنی آ به علاوه بی به علاوه 18. حساب کردیم شد چند؟ 42. تقسیم بر تعدادشون چند تا این دفعه؟ 3 تا. و 42 هم تقسیم بر 3 میشه عدد 14. پس این دفعه میانگینشون شد عدد 4. یه بار دیگه این رو براتون بگم، میانگین دو تا عدد شده 12، بعد اومدیم عدد 18 رو به این دو تا عدد اضافه کردیم، میانگین ستاییشون میخوایم ببینیم چقدره. میگم خب دو تا عدد من یکی رو میگیرم آ، یکی رو میگیرم ب، یا شما بگیرید عدد اول عدد دوم.
جمع عدد اول و عدد دوم تقسیم بر دو یعنی میانگین. میانگینش رو خودش گفته 12. یه طرف این وسط اینه که انجام بده، جمع عدد اول با دوم برابر میشه با 24. ببینید 2 در 12 شد 24. خب جمع دوتا عدد شد 24، گفته خودش 18 رو هم میایم بهش اضافه میکنیم. پس آ به علاوه بی به علاوه 18 میشه 42. آ به علاوه بی که خودش گفته 24. ببینید این دوتا شدن 24. حالا 24 به علاوه 18 شد 42. حالا میانگین بخوام حساب کنم، میانگین سه تاشون کافیه جمعشون که 42 هست رو بر تعدادشون یعنی 3 تقسیم کنم. میانگین این 3 تا عدد میشه عدد 14. بذارید ببینیم. گفته اگر یک تاس معمولی را 60 بار پرتاب کنیم انتظار داریم چند بار عدد 6 یا 1 بیاد. پس یک تاس رو 60 بار پرتاب کرده ایم، انتظار داریم چند بار 1 یا 6 مشاهده شد. خب بچه ها چون تعداد تکرارها زیاد هست پس من انتظار دارم به عدد ریاضی نزدیک باشه. خب از این 60 بار من انتظار دارم چند بارش عدد 1 بیاد؟ درسته؟ 1/6. 1/6 پرتاب یک تاس میشه اومدن هر کدوم از عددهاش. پس احتمالی که عدد 1 رو بیاد ببینم 1/6، پس میشه 1/6 ضرب در 60 که میشه 10 بار. پس انتظار دارم 10 بار عدد 1 مشاهده شود. برای 6 هم به همین ترتیب، احتمالی که 6 بیاد هم 1/6. 1/6 ضرب در 60 باز میشه 10. پس انتظار دارم 10 بارم عدد 6 مشاهده شود. خب بچه ها جواب چی میشه؟ انتظار دارم چند بار 1 یا 6 مشاهده میشه؟ وقتی میگیم یا تو ریاضی تبدیل به جمع میشه. 10 بار انتظار دارم 1 رو ببینم، 10 بارم انتظار دارم 6 رو ببینم، پس میشه 20 بار انتظار دارم 1 یا 6 رو ببینم. این رو هم که با هم کشیدیم. خب بچه من دیگه خیلی اینجا چیزی برای گفتن نمیبینم که بخوام شما رو درگیر کنم، ترجیح میدم این فصل رو همینجا تموم کنیم. 4-5 دقیقه از آخر این تایم برامون مونده که توی این 4-5 دقیقه حالا یکم باهاتون صحبت کنم. ببینید بچه ها امتحان ترمتون در پیش هست انشاءالله که حالا از اولین تعطیلی های اجباری اتفاق افتاد شما ما رو همراهی کرده باشید، درس رو روی هم نذاشته باشید، فیلم ها همه رو دیده باشید و آمادگی کامل داشته باشید برای امتحانتون. اما اگر حالا یه مقدار بعضی از خوشبختانه تعدادشون خیلی خیلی کم بود اما متاسفانه باز بودن کسانی که میدونم ما رو همراهی نکردن، فیلم ها رو نگاه نکردن، تمرین ها رو انجام ندادن، تکالیف رو انجام ندادن و حالا الان موندن چیکار کنن؟ یه حجم خیلی زیاد از درس براشون مونده و تایم خیلی زیادی هم ندارن. من پیشنهادم بهشون اینه که همین جلسات مروری که با هم دیگه داشتیم تقریبا
ده جلسه اگه اشتباه نکنم میشن روی هم دیگه 10 یا 11 جلسه. این 10 یا 11 جلسه رو بذارید توی اولویت کارتون. اول این تمرین های این جلسات مروری رو خوب گوش کنید، تمرین هایی که توشون گفته میشه رو قشنگ کار بکنید، تکالیفی که مربوط به این جلسات هست رو دوباره انجام بدید، چون نمونه سوال امتحان پایان ترم شما هست. پیشنهاد دومم هم در مورد این 3 امتحانی هست که حالا 2 رو گرفتیم، تشریحی مربوط به فصل 1 تا 5 رو 3 شنبه 2 هفته قبل گرفتیم، فصل 6 و 7 رو هم که 5 شنبه گذشته گرفتیم و فصل 8 و 9 رو هم که فردا 2 شنبه در پیش داریم. نمونه های این 3 امتحان تشریحی رو خیلی 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 خوب کار کنید. اگه یادتون باشه ترم اول چجوری براتون نمونه سوال کار کردم توی ذهنتون هست، 5 شنبه ها اومدید چجوری کار کردیم، یعنی چقدر شبیه به امتحان ترمتون باهاتون کار شد. اینا هم تقریبا به همون اندازه شباهت میدن به سوالهای امتحان ترم شما. پس خواهشی که ازتون دارم، یکی این 6 جلسه مروری رو خیلی خوب مشاهده کنید و یاد بگیرید، یکی هم همین 3 آزمون تشریحی. بلافاصله بعد از هر آزمون من حدش رو براتون گذاشتم، وایس توضیحات رو هم گذاشتم براتون. این 3 آزمون تشریحی رو هم خیلی خوب کار کنید، انشاءالله که دیگه برای شما امتحان ریاضی دچار دردسر نشید برای امتحانتون و نمره خیلی خوبی بگیرید و من هم نتیجه خب دختره عزیزم، من داشتم توصیه‌های پایانی رو خدمت شما عرض می‌کردم که تایم دوربین تمام شد و وسطش قفل کرد. انشاءالله که خیلی خوب بخونید، این توصیه‌ها رو به کار ببرید و یک نمره بسیار بسیار خوبی بیارید که با این نمره عالی شما خستگی اول از تن خودتون، خانواده هاتون که توی این ایام خیلی خیلی اذیت شدن و تمام کادر مدرسه بیرون بیاد و میمونه فقط بحث حلالیت طلبیدن من. امیدوارم که من رو ببخشید در طول مدتی که به صورت حضوری مخصوصا در خدمت شما بودم، اگه حالا صحبتی حرفی حدیثی ناراحتی از من به دل گرفتید خواهش میکنم ببخشید. من قصد ناراحت کردن هیچ کدوم از شما عزیزان رو نداشتم، شما این دختر خود من برای من عزیز هستید. به هر ترتیب امیدوارم اگر موردی هم بوده شما به حالا به خاطر همین ایام ماه مبارک هم که شده من رو ببخشید. خب دختره گلم، براتون زندگی تو هم با آرامش، سلامتی و موفقیت زیر سایه پروردگار و پدر و مادر عزیزتون آرزو مندم. خدا نگهدارتون.